سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. دوستان زیادی توی کامنت ها و همچنین توی تلگرام به من پیام دادن، درخواست اینو داشتن که آقا ما آموزش وی پی اس رایگان هم بدیم. خب ببینید، ما کلا در سطح دنیا الان شما بخواید بگردید مطمئنا دو نوع میتونید وی پی اس پیدا بکنید. یه وی پی اس لیمیت که خب شما میتونید اینو رایگان استفاده بکنید بر اساس زمان بندی خاص. یه ویدیو هم، یه وی پی اس هم داریم که هزینه اشتراک داره، یعنی شما کمترین وی پی اسی که بخواید تهیه بکنید هول و هوش مثلا 5 دلاره که حالا تو ایران الان با 60,000 تومان تقریبا میشه پیدا کرد. آموزشی که امروز به شما ارائه میدم آموزش دریافت رایگان وی پی اس که دقیقاً همین آموزش رو به صورت فایل های مکتوبی هم دوستان یا به صورت فایل ویدیویی تو ایران با مبلغ 60,000 تومان میفروشن. یعنی میگن آقا ما به شما یاد میدیم که چطور میتونید وی پی اس رایگان دریافت کنید. خب بریم سراغ آموزش امروزمون. قبل از اینکه آموزش شروع بکنم ازتون خواهش میکنم که کانال من رو در یوتیوب محمود بیز اگر سرچ کردید حتما سابسکرایب کنید و کانال تلگرامی هم راه انداختم که لینکش این بالا هست، میتونید عضو کانال تلگرام من هم بشید. اگر از ایران هستید میتونید ویدیوها رو توی کانال تلگرام من هم پیگیری بکنید. اما وبسایتی که میخوام بهتون معرفی بکنم اپان فلای هست. توی این وبسایت شما میتونید در کمتر از 30 ثانیه، خیلی کمتر از 30 ثانیه، یه دونه وی پی اس برای خودتون بسازید. این وی پی اس امکان نصب نرم افزار از سمت شما رو نداره، یعنی شما نمیتونید به شما هیچ نرم افزاری روش نصب بکنی، بلکه میتونی از نرم افزارهای فوق العاده زیادی که روی این وی پی اس نصب شده به راحتی استفاده بکنید. برای اون دوستانی که اصلا نمیدونن وی پی اس چیه هم این توضیحو بدم. شما ممکنه توی خونتون یه کامپیوتر داشته باشید و الان میخواد دقیقاً میرید مسافرت یا هر جایی میخواد مثلا به کامپیوتر خودتون وصل بشید، اون کامپیوتر در صورتی که IP ثابتی داشته باشه شما میتونید به اون کامپیوتر متصل بشید، از راه دور کاراتون رو انجام بدید. توی بحث VPS هم دقیقاً به همین شکل، مونتا کامپیوتری که شما بهش وصل میشید به صورت یه سیستم ابری یا به صورت یه سیستم مجازی دسترسی شما رو برای دسترسی به اطلاعات اون سیستم فراخوانی میکنه و به شما این دسترسی رو میده که بتونید به یک کامپیوتر در یک کشور دیگه و یک موقعیت دیگه به راحتی دسترسی پیدا بکنید. خب استفاده از VPS برای همه راحته و یه عده ممکن از VPS برای کارهای نرم افزاری استفاده بکنن، یعنی مثلا طرف دیتاش رو روی VPS نصب میکنه و به صورت ریموت به اون وصل میشه و خدمات رو توی سایتش انجام میده. یه عده ممکنه از VPS برای چک کردن وبسایت ها، بررسی وبسایت ها یا وبگردی استفاده بکنه. یه عده ممکنه خدماتی تلفنشون رو مثلا امور مربوط به تلفنشون مثل تلفن‌های VoIP و اینها رو بیان روی VPS نصب بکنن و از طریق اون ارائه خدمات بکنن به مجموعه سازمانی خودشون یا حتی به مشتریان خودشون. این VPS Upon Fly در حد یه ساعت به شما VPS رایگان میده، منتها شما اگر مثلا بیاید حسابتون رو وریفای بکنید بر همین اساسه، اگر بیاید و IP های دیگه ای از VPN رو داشته باشید میتونید به راحتی VPS های رایگان خیلی زیادی رو ازشون بگیرید و استفاده کنید. با این تصور که شما توی این حساب اکانت دارید، لاگین رو میتونید بزنید و میتونید وارد شید. اشتراک روزانه این سیستم تقریبا 99 سنت، اشتراک ماهانه داره 9 یورو و اشتراک سالانه که حالا اونو باید طرف بخره. بحث ما بحث رایگان. اینجا یه دکمه آبیه که شما میتونید اینجا به صورت رایگان در کمتر از 30 ثانیه یه وی پی اس تهیه کنید. من خودم به خاطر اینکه اسپم برای من نفرستن و ایمیل اصلیم رو در اختیارشون قرار ندم از یه ایمیل موقت استفاده میکنم برای دریافت وی پی اس. خب با همدیگه این مسیر رو طی میکنیم و یه ویندوز 10 ازشون میگیریم برای اتصال. کلیک میکنم روی این و یه صفحه برای من باز میشه، استارتو میزنم و از همین لحظه که استارتو زدم وارد صفحه وی پی اس من میشه. به همین راحتی لاگین میکنه. سمت راست پایین شما ببینید زمانش از همین الان شروع شد. خب تقریبا 9 دقیقه که از این زمان بگذره و یا شاید خیلی کمتر یه صفحه باز بشه و به من بگه که آدرس ایمیل تو ثبت کن. وقتی من آدرس ایمیلم رو ثبت بکنم به من یه دونه کد وریفای میفرسته، یعنی یه دونه ایمیل میفرسته، ایمیل رو باید وریفایش بکنم تا بتونم از سیستم به راحتی استفاده کنم.
خب میبینید که حساب رو ایجاد کرد. این دقیقا همون وی پی اسه، با این تفاوت که این روی وب داریم باش کار میکنیم، یعنی وب بیسه و دقیقا میبینید یه دسکتاپ کامله. اینجا صفحه سافتورای نرم افزار است و این پایین هم که مرورگره که شما حتی میتونید مرورگر و سایر مواردش استفاده کنید. حتی دکمه ویندوز 10 رو هم اینجا داره که شما ببینید همه اینها رو میتونید ببینید و چک کنید. خب من میخوام الان نرم افزارهایی که اینجا نصب شده رو باز کنم و ببینم چه نرم افزارهایی داره این سیستم. سرعت فوق العاده بالایی داره برای دانلود. مثلا یه فایل هولوش 100 مگی رو در حد 5 ثانیه زمان میبره که دانلود میکنه. خب اینا امکاناتی این نرم افزارهایی که توی این سیستم هست، این اگه بخواد کار بکنید میتونید. خب من میخوام الان نرم افزار رو مرورگر رو باز کنم، مرورگری که مربوط به خود این وی پی اسه. ببینید توی خود وی پی اس مرورگر شما الان باز کردم. حالا ممکنه شما هر سایت رو بخواد باش باز کنید و ببینید. البته چون الان نخستین بار یا اولین باری که دارم مرورگرش رو باز میکنم زمان میبره، ولی توی سرچ های بعدی خیلی سریع مرورگرش باز میشه. اگه به همین شکل ما اینجا الان تأمل بکنیم 8 دقیقه دیگه یه کادری باز میشه که از ما میخواد آدرس ایمیلمون رو داخلش ثبت بکنیم. وقتی آدرس ایمیل رو ثبت بکنیم یه کد برای ما ارسال میکنه. این کد میشه کد وریفای. ببینید البته این مورد اصلا مربوط به سیستم بنده نیست، این الان مربوط به وی پی اس ما تو الان این اتفاق میافتاد، ولی زمانی که شما با وی پی اس مثلا درخواست بزنید اینجا به گوگل رو بزنید باز بشه، خیلی سریع برای شما صفحه گوگل رو باز میکنه یا حتی مرورگر رو باز میکنه که شما از طریق اون بتونید به راحتی وارد هر سایتی که میخواید بشید. برای اولین بار مطمئنا این اتفاق برای شما هم خواهد افتاد، ولی تا ارتباط سرور با وی پی اس به صورت کامل، یعنی با اینترنتش به راحتی وصل بشه و سرعت چک بشه، شاید این اتفاق برای شما هم بیفته. پس حالا چیز پیچیده‌ای نیست و عملا شما میتونید همین الان از محیط دسکتاپتون یه فایل رو بردارید و توی این محیط دسکتاپ ویندوز سرورتون یا همون وی پی اس تون میتونید اینجا کلیک راست بکنید و پیست بکنید. دقیقا همون مرورگر خودتونه و هیچ تفاوتی با مرورگر معمولی شما نداره. خب ببینید همزمان با اینکه صفحه گوگل رو برای من در پس زمینه باز کرد، یه کادری هم الان اینجا باز شده برای من که داره لود میشه. اجازه بدید این کامل لود بشه. خب طول کشید یه مقداری، ولی عملا میبینید که گوگل رو دیگه باز کرد. این کادم همون صفحه‌ایه که از ما میخواد آدرس ایمیل ثبت کنیم و بعد از اینه که ما الان آدرس ایمیلمون اینجا بزنیم یه ایمیل میفرسته برای ما و به ما میگه که حسابتو ویریفای کن. خب طول کشید ولی من فعلا این صفحه رو میدم پایین که البته ببینیم یه بار دیگه چه اتفاقی افتاد، لود شد یا نه. نه هنوز لود نشد. اما در هر صورت شاید برای شما این اتفاق نیفته و خیلی سریع براتون صفحتون رو باز بکنه. اما همین صفحه که الان داره باز میشه آدرس ایمیل از شما میخواد و آدرس ایمیل رو میزنید. گفتم بهتون به خاطر اینکه به شما اسپم نفرستن و دائم دیگه مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرید، از سرویس های رایگانی که به شما ایمیل رایگان میدن میتونید استفاده بکنید و این آدرس ایمیل ها رو بزنید برای اینکه بتونید از این سیستم ها به راحتی استفاده کنید و کدش بیاد اینجا و همینجا شما حساب رو اکتیو کنید تا بعد بتونید از این سیستم به راحتی استفاده بکنید. یک ساعت دقیقا شما امکان استفاده دارید و بعد میتونید مجدد تغییر آی پی بدید و به راحتی به اینترنت جهانی خیلی راحت دسترسی پیدا بکنید. خب حالا بدشانسی ما این همچنان در حال چرخیدنه و هنوز که هنوز لود نشده.
خب شما خودتون حتما این کار رو انجام بدید و اکانتی که ساختید بعد از اینکه ایمیل رو براتون فرستاد حساب رو وریفای کنید، ایمیل دومی برای شما میفرسته و شما عملا از این سیستم خارج میشید. توی ایمیل دوم آدرس ایمیلتون رو فرستاده و زیرش یه رمز. پس اولین ایمیلی که برای شما از طریق این سیستم ارسال بشه، شما باید ایمیلتون رو باز کنید، روی وریفایش کلیک بکنید یه URL تا حسابتون اکتیو بشه. پشت بند اون اینجا اتومات از حسابتون خارج میشه و میاد به صفحه اول ویندوز 10. به شما میگه یوزرت و پسوردت رو ثبت کن. پسوردی که براتون این سیستم براتون فرستاده تو ایمیلتون مجدد مراجعه میکنید یه دقیقه قبلش و اونجا میتونید به راحتی آدرس ایمیل رو بردارید، رمز رو هم میبینید اونجا، اونم برمیدارید و میزنید و به راحتی وصل میشید به یه وی پی اس رایگان. خب این تا بچرخی فکر کنم یه 5-6 روز زمان ببره متاسفانه برای من و اینم که ایمیل رایگانم بهتون گفتم. برای اینکه بتونید از این وی پی اس استفاده کنید هیچ محدودیتی توی این نیست، فقط محدودیت زمانیه توی یه ساعته که با تغییر آی پی میتونید به تعداد زیادی وی پی اس یه ساعته دسترسی پیدا بکنید. شما میتونید به دنیای از آزادی اطلاعات در این وبسایت دسترسی داشته باشید و به راحتی از طریق یه وی پی اس کارهاتون رو به راحتی انجام بدید. صرفاً آموزشی که الان برای شما داده شد منباب بحث مبحث آموزشیه و به هیچ عنوان اگر سوء استفاده رخ بده یا هر کاری از طریق این سیستم انجام بدید مسئولیتش به عهده خودتونه و من تنها آموزش دهنده این ویدیو بودم و این راهکار رو به خدمت شما ارائه کردم. امیدوارم که از این آموزش استفاده کرده باشید. این آموزش استفاده از وی پی اس رایگان بود که در اختیارتون قرار گرفت و شما به راحتی تونستید یه وی پی اس رایگان بسازید. آدرس اون وبسایت رو هم من در انتهای ویدیو توی توضیحات می‌نویسم، روش کلیک کنید و بازش کنید، وی پی اس هاتون رو بسازید و استفاده کنید. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما به خاطر اینکه از من حمایت بکنید لایکش کنید ویدیو رو تا بیشتر دیده بشه و اگر دوستانی دارید لطف کنید این ویدیو رو براشون به اشتراک بذارید تا اونها هم بتونن با ساخت وی پی اس رایگان به راحتی آشنا بشن. کانال تلگرامی من هم که این بالاست میتونید عضو شید تا مباحثی که مطرح میکنم رو توی کانال تلگرامم قرار میدم و صفحه ابات هم میتونید اونجا دوباره کانال تلگرام نوشته. سابسکرایب هم فراموش نشه. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.